سلام، به یکی دیگر از گفتگوی اختصاصی من جمال ناصر فرهمند از تولونیوز خوش آمدید. در این برنامه ما میزبان محمد عمر داودزی، وزیر پیشین وزارت امور داخله و عضو رهبری شورای حراست و ثبات هستم و پیرامون مسائل مربوط به سیاست افغانستان صحبت میکنیم. سلام با شما آقای وزیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. ممنون از این که فرصت گفتگو را دادین بر ما. ما در نخست میایم در مورد انتقاداتی که شورای رهبری حراست و ثبات مخصوصا شما داشتین در مورد حکومت، مخصوصا نسخه حکومت وحدت ملی را همیشه ناکارا خواندین و خیلی هم قابل توجه نبوده برای شما. با توجه به بحران پیش آمده در انتخابات 2014، چه نوع حکومت میتونست بدیل حکومت وحدت ملی باشه و کارا باشه از نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به بیننده های عزیز و سال نو بر شما و به بیننده های عزیز و همه هموطنهای خود از ته دل تبریک میگم و خدا کنه سال نو سال صلح باشه در کشور ما. برگردیم به سوال جناب شما. نسخه حکومت وحدت ملی تجربه ثابت ساخت که یک نسخه ناکام بوده، یک تجربه ناکام بوده. اما دو حالاتی که به وجود آمد شاید رای دیگه به می معقولیت موجود نبوده. انتخابات به چالش رفت، به بحران رفت، شکار تقلب شد و تقلب به اندازه گسترده بود که پاک کردنش بسیار مشکل بود و ناممکن بود. و بعد شما در جریان هستین که ایالات متحده امریکا مداخله کردن از طریق وزیر خارجیشان و با وساطت از اونا تجربه حکومت وحدت ملی را به میان آوردن که او وقت به اراده ازی که گویا یک کشور اگداری می داشته باشه که حزب اقتدار و حزب اختلاف دو نمی باشه، همگی متحدانه عمل می کنن و همی چند سال فرصت هایی که مانده از این درست استفاده میشه. یعنی در یک ناگذیری این حکومت روی کار آمد و شما منتقد این روند هستید. آنچه که به عنوان درس و به عنوان عبرت از این دور کاری حکومت داری در افغانستان باشه، به عنوان کسانی که در انتخابات بعدی شما برنامه های دارین گرفتین چی است؟ یک حکومت همه شمول گپی خوب است که ما اگه داری داشته باشیم، حکومتی داشته باشیم که همه شمول باشه. حتی اگر یک طرف انتخابات با اکثریت قاطع هم ببره، باید طرف که نبرده اونا را هم در اقتدار شامل بسازه، اونا را هم شامل حکومت بسازه. ای به خیر ماست. یعنی این حکومت همه شمول نیست؟ حکومت وحدت ملی این حکومت همه شمول نیست. ای برعکسی که از نامش که پیداست حکومت وحدت ملی، این حکومت از دو تیمی که در دور دوم انتخابات در مقابل یک دیگه قرار داشتن، از اون دو تیم ساخته شد و او دو تیم هم بین خود درست کار کرده نتانستن، یکی از دیگه خود رضایت کامل ندارن. بله، خب حالا حکومت همه شمول را شما چگونه تعریف میکنه؟ حکومت همه شمول افغانستان یک الحمدلله که یک جامعه هستیم که چند قومه هستیم، دو مذهبه هستیم، چند حزب و چند تنظیمه هستیم، بحران ها را پشت سر گذاشتیم. حکومت همه شمول حکومتی است که همگی در او شامل باشد. در او کسی بنابرای که گویا از یک قوم خاص است بیرون گذاشته نشد، کسی به عنوان از اینکه در انتخابات در مقابل مستاد بود به این عنوان از اقتدار دور نمانه و به این عنوان که مخالف مسئله یا غیر مسئله دولت است نباید بیرون بانه. اونایی که مخالفت مسئله هم دارن راهی پیدا شوه که مصالحه شوه و اونا هم شامل قدرت شوند، شامل اقتدار شوند. دو سال است که انتخابات را حکومت میگه برگزار میکنه، این توفیق را پیدا نکرده و این سومین سال است. شما با اونان گروه های تاثیرگذار سیاسی چی کار کردین؟ چقدر اهرام فشار بودین بر حکومت؟ چه برنامه هایی داشتین که عملی نکردن؟ یک بخش جامعه دموکراتیک را گروه های سیاسی احزاب تشکیل میدن، شما چه نقش بازی کردین؟ فشار لازم همیشه بوده. اگر باید شما باشه قبل از تکمیل دو سال اول حکومت وحدت ملی
به اساس توافقنامه خودشان من یک کنفرانس مطبوعاتی دادم به نمایندگی شورای حراست و ثبات و سرشان صدا کردم که دو سالتان که پوره شوه و نمو ختم کارتان است. قبل از ختم کار دو سالتان لوی جرگی قانون اساسی را دایر کنید و او سواله مشروعیت که در مورد شما هست و را حل بسازید. اگر او کار می شد من یقین دارم کار به یک طرف دیگه می رو. بعد از او ما مجبور شدیم یک تصمیم بگیریم. بعد از او دو سال تکمیل شد و اینا نتانستن که لوی جرگی قانون اساسی را دایر کنند. در تصمیم دو را داشتیم، یا باید در مقابلشان از فشار شدید کار می گرفتیم که در او صورت خطر سقوط حکومت بود که او باز با مشکل مواجه می شده. ما شما در گذشته عواقب سقوط ناگهانی حکومت ها را دیدیم و هیچ وقت بخیر نیست. خب رای دوم در پیش گرفتیم که فشارهای سالم میاریم، هم از طریق مطبوعات، هم در از طریق میزهای مذاکره، هم از طریق جامعه بین المللی که اینا اصلاحات بیارن. امی فشارا و امی خواهشات ما بوده که بالاخره حکومت حاضر شد که امسال اون ادمای میزان اعلان کنه. اما هنوز شما از نبود برنامه صحبت میکنید، نه پلان امنیتی وجود داره نه پلان انتخاباتی. در نهایتش یک صحبت در میان آمده که انتخابات میشه. در کجا تاثیر گذار بودیم پس شما؟ تنها در این مسئله که حکومت آماده حالا اعلان میکنه که انتخابات میکنیم، این را هر سال هم میگفتن، هر سال تاریخ نمیدادن، امسال تاریخ دادن که دمای سرطان صورت میگیره. بعد ما قناعت حاصل نبود در مورد مدیریت کمیسیون انتخابات، دو مورد فشار آوردیم که در کمیسیون انتخابات اصلاحات بیارن. خب باز حکومت گفت که اصلاحات بیاریم، تغییر بیاریم در رهبری کمیسیون و باز زمانگیر است، انتخابات به تعویق میفته. ما پذیرفتیم و اینمی 29 میزانم ما خط سرخ برشان کش کردیم که امی آخرین تاریخی است که بعد از او اگر شما آوی را به تعویق بندازین باز وقت آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری را شما میخورید. تانستیم که حداقل تاریخ خود تعیین شود، حداقل حالا یک کمیسیون داریم، کمیسیون اظهار اراده میکنه که امی طرح را میسازن، باید برشان فرصت بدیم. فرصت بدیم. انتخابات اگر برگزار نشد پارلمانی و به تعقیبش باید در سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شوند، چی میشه؟ خب اولا خب یک وضاحت دیگه بتون که من هیچ وقت نام از انتخابات ولسوالی نبردم که شما ابتدا ذکر کردید. بقیده ما او مشکل است بسیار که انتخابات شورای ولسوالی داشته باشی. دو سالای خوب نداشتیم، امکانات به تعویق رفتیم. حالا خوب است که میسون تمرکز بده تنها سر انتخابات ولسی جرگه. فرض کنیم که انتخابات ولسی جرگه در 29 میزان نشد. بعد از اون تاریخ دیگر باز ما نمیپذیریم من حیث قوتای سیاسی خارج از حکومت. عکس العمل شدید ما نشان میدیم که باز دو صورت انتخابات ولسی جرگه به تعویق بفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری. یعنی انتخابات ریاست جمهوری باید به هیچ صورت به تعویق نفته. چرا اگه او به تعویق بفته شورای ملی هم مشروعیتش به اون شکلی که شما میبینید و رئیس جمهور هم مشروعیت سوال برانگیزی که داره و هم کاملا ختم میشه، ما به طرف یک بحران دیگه بسیار نزدیک میشیم. و او خاطر اصرار ما، تاکید ما به ایست که در صورتی که انتخابات ولسی جرگه امسال صورت نگیره، سال آینده حتما باید انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با قانون اساسی صورت بگیره. شما ارزیابیتان از پروگرام صلح حکومت افغانستان چی است؟ اینها بسیار امیدوار هستند که روند دوی کابل، پروسه استانبول یا نشستی که اخیراً در تاشکند برگزار شد روزنه های امید برای آوردن و تامین صلح در افغانستان است. واقعاً حکومت تلاش لازم را برای آوردن صلح انجام داد و این راه صلح افغانستان است؟ خب در مورد صلح باید خوشبین باشیم، دیگه چاره نداریم و برای کشور خود و برای مردم خود باید امیدواری بدیم. اگر همیشه ناامیدوار کننده صحبت کنیم باز باعث فرار سرمایه و فرار مغز میشه. با او خاطر من قصدن کمی خوشبینانه در خدمت تانستم و صحبت میکنم و خوشبینانه که فکر کنم پروسه کنفرانس کابل، تاشکند این اثرات خود داره ولی کم. چیزی که با تجربه نه چیزی که من در این ساحه دارم و در منطقه دارم، چیزی که زیاد باید به او امیدوار باشیم، فشارهای اخیر امریکا روی پاکستان تاثیرگذار بوده. ایره مشاهده شستم
و حالا ببینیم که عملا چی میکنه. میدانهای جنگ افغانستان داغتر از گذشته هستند، حملات در کابل، مراکز شهرها بیشتر هستند، انتخابات ما با تهدید مواجه است. چه تاثیر داشت؟ امریکا می باید منتظر باشیم. علائم ابتدایی تاثیرگذاری فشار امریکا دیده میشه. پاکستانی ها فرصت خواستند که پس برگردن روی چیزی که اونا میتونند در قسمت بهبود وضعیت امنیتی و همچنان در قسمت آغاز روند صلح. یک کمی باید منتظر باشیم. شاید 2-4 هفته الی 1 ماه بعد روشن شود که آیا براستی تأثیر گذار بوده و پاکستانی ها تا چه حد میتونند و تا چه حد میخواهند و اراده دارند که کمک کنند. حالا معالایم ابتدایی رو ما میبینیم. بسته پیشنهادی که در کنفرانس دوی کابل حکومت افغانستان داشت به ظاهر خیلی خوب ارزیابی شد، یعنی بهترین پیشنهاد خوانده شد برای طالبان. عفو عمومی اعلان میشن، به عنوان یک گروه سیاسی پذیرفته میشن، قانون اساسی تعدیل میشه، امتیازات بسیار کلان برشان داده شد، اما چهار سبز طالبان نشان داده نشد به حکومت. به چی معنا بود این کار؟ آیا طالبان هنوز آماده نیستند با این همه امتیازات یا باورمندی به حکومت افغانستان ندارند؟ همین جالب بود که رئیس جمهور در یک بسته بسیار عالی پیش کرد، اونا جواب نگفتن، ولی امیر سیف اسماعیل خان یک سخنرانی عادی خود گفت که اگر شما با حکومت گپ نمیزنین بین با ما و طالبان، دستی یک سلامل نشان دادن آنی و گفتن بین که بخیر بشینیم صحبت کنیم. این سوال هست که جوابش باید تلاش کنیم که فرق در چی هست و دلیل چی هست. این ما خود با میخواییم بفهم، اما چیزی که تا به امروز میفهم هست که شاید طالبان تو فکر کرده باشن که اولا ایتو یک بستی خوبه، چرا 2 سال پیش نکردید وقتی که نو رئیس جمهور شدید، 3 سال پیش که نو رئیس جمهور شدید که فرصت داشتین که سرش کار کنید، در این سال آخرتان ایتو یک بسته رو پیش میکنید. شاید شما آرزو داشته باشین که ما در انتخاب دوباره تان یک کمک کنیم کتتان، شاید یک دلیلشی بوده باشه. اما تکنیکی که فکر کنید، اینا پوینت های بسیار خوب بود ولی توته توته بود. ای تو یک پیشنهاد، ای تو یک بسته، ای باید جزء یک پلان همه شمول باشه، یک پلان همه جانبه برای صلح افغانستان باشه، یک پلانی که مردم افغانستان سرش متفق باشه، یک پلانی که اول یک اجماع ملی روی ازو ساخته شده باشه که ای جمع منفی طالبان سرش موافق باشند کاملا، بعد ازو باز پیشکش شوه به طالبان. ما یقین دارم اونا در اون صورت رو جدی میگرفتن. اجماع ملی ساخته نشده، اجماع منطقوی ساخته نشده و توته توته یک پکیج بسیار عالی رو پیش از نظر حکومت یک اجماع بسیار خوب منطقوی به وجود آمده، اجماع کلان بین‌المللی هم به وجود آمدن. اون چیزی که آقای غنی بارها در سخنرانی‌هاش میگه، سخنگویانشان میگن، یکی از بزرگترین دستاوردهایشان در این اواخر روند دوی کابل و پروسه تاشکند را عنوان میکنند. اینها او راههایی نیستند که شما فکر میکنند. خب پیشنهاد عاجزانه ما به رئیس جمهور غنی است که کنفرانس مطبوعاتی بتن امی ادعا را کنند که با شما جورنالیست ها وضاحت بخواهید و شما را قناعت بده که براستی اجماع ملی هست، اجماع منطقی هست یا نیست. ما اجماع ملی ما شاهد ایتو کدام جلسه بزرگی که همه شخصیت های مطرح کشور، شخصیت های سیاسی، مذهبی، قومی، قبیله‌ای همش اشتراک داشته باشه، تنظیم های جهادی، احزاب سیاسی و در اوج اجماع بوده باشه، یک پلان برشان پیش شده باشه که اینمی طرح ماست و من از جز ازی طرح اینی مواد ما به طالب ها پیشنهاد میکنیم. ما شاید چون این چیزی نبودیم در قسمت اجماع منطقوی هم در حقیقت اجماع به نفع طالب ها پیش میره. تا 3 سال پیش تنها پاکستان متهم به این بود که به طالب کمک میکنه، آل امریکا و امی حکومت خودش روسیه و ایران هم متهم میسازه که به طالب کمک میکنه. یعنی اگر اجماع میداشتیم بازی اتهاما خیلی چی هست؟ اجماع خوبه این معنی بود که همه که طرف حکومت ما میبودن، نه طرف طالب، نه به اونا کمک میکنه. چطور شد که معادله تغییر کرده؟ حالا طالبان پشتیبانان منطقه‌ای بسیار بزرگ پیدا میکنن، مثل ایران، مثل روسیه، بر علاوه پاکستان. بله امیر، این نقطه را جوابش خوب است که حکومت بگه. برداشت ما دیپلماسی ناکام حکومت بوده در ساختن اجماع منطقه‌ای.
در حرف زدن خوب هستند ولی در عمل نیست. این کنفرانس تاشکند، کنفرانس افغانستان که نبود برای منطقه، ابتکار افغانستان نبود. این خوب ابتکار ازبکستان بود که خیر ببینند. من ایسی اگه همسایه سالم مسیرت خود ادا کردن. ولی افغانستان باید میزبان اتحاد اجماع منطقوی باشه. شما یکی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین بودین. حکومت شما اجماع را داشت؟ حکومت شما چی در سطح منطقه‌ای و ملی همین مسائل را که شما حال مطرح میکنین به عنوان انتقاد از حکومت وحدت ملی روی کار داشتین؟ بله، ما متهم به این بودیم که زیاد روابط خوب با همسایه‌ها داریم. حکومت ما متهم به این بود که اقا با او اندازه باید روابط خوب با همسایه‌ها نداشته باش. اجماع بود و دلیل اجماع و اثرات اجماع و ثبوت اجماع می بود که هیچ کشور دیگه متهم به کمک به طالبان نبود. تنها پاکستان که یک حرف تاریخی است. طالبان از آغاز تخلیقشان، از آغاز بروزشان گفته میشه که با پاکستان رابطه تنگا تنگ داشت. در این مسئله که پروسه تغییر کرده، یعنی طالبان آمیان بزرگ پیدا کردن و نوعی از اونها نیابت صورت میگیره سوی روسیه یا ایران، کی بیشتر تقصیر داره؟ افغانستان یا حامی بزرگ افغانستان، ایالات متحده که در هر مرحله اونها شریک بودن؟ نه خیر، افغانستان. چرا ما شما میبینیم که روابط امریکا و روسیه در آهسته آهسته تیره میشه. روی موضوع افغانستان است که ایالات متحده امریکا خوش نداره، دوست نداره که روسا مداخله کنه دیگه، روی هر دلیلی که باشه. ولی اصلا ما در مورد ایالات متحده امریکا و ائتلاف کلان یک نقطه خدمتتان عرض کنم، ما 16 سال قبل با یک گره برخورده بودیم که خود ما را خلاص کردن نمیتونستیم و خوب شد سازمان ملل تصمیم گرفت. بعد شد یک واقعه در نیویورک شد، خب بخیر ما تمام شد. این قوتای بین المللی آمدن، کشورهای بزرگ آمدن، او گره را که ما خلاص کردن نمیتونستیم اونا باز کردن برای ما. بسیار خب، در خصوص همین اجماعی که تاکید دارین، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست تاشکند به برگزاری یک نشست سه جانبه شده که افغانستان، پاکستان و ایالات متحده باشند. این نشست چقدر میتونه کمک بکنه برای شکستن این بنبست و با وجود آمدن اجماع منطقه‌ای که روسیه یک نقش بسیار کلان داره؟ باید خوشبین باشیم برش. یک اقدام خوب است، یک پیشنهاد خوب است از جانب روسیه و شاید هم در برابر فشاری که سرشان ایالات متحده آمریکا آورده اونا حاضر شده باشند که بین بشینیم سه جانبه وضاحت بیاره که اگر ما کمک کردیم در کدام موارد و چرا نکردیم. یعنی برای وضاحت آوردن خوب است و اگر بتانه اداره ما که بیشتر برده موراستا، اینا همش مکانیزم های بسیار مفید و خوب است. اینه از این همی طریق اجماع ساخته میشه، اجماع منطقی ساخته. ولی اگر یک اقدام خوب شروع کنیم و باز بگذاریمش و خیز بزنیم به یک طرف دیگه، به یک اقدام دیگه، باز به نتیجه نمیرسیم که متاسفانه نقیصی که در حکومت ما وجود داره اینه می بوده که یک کار خوب آغاز میکنه، بزرگ میگذاره، به یک نقطه دیگه خیز میزنن، باز به یک نقطه دیگه خیز میزنن، همه کارا نیم کارا میمانه و نتایج برعکس میده. آقای دوزای، شما بیشتر از داشتن یک روابط بسیار خوب و اجماع کلان منطقی و ملی از زمان حکومت آقای کرزی یاد کردین که شما هم عضو کابینه بودین. در حالی که حکومت وحدت ملی هماره خود میراثدار یک حکومت فاسد و غرق فساد میدانه و وزارتی که شما متصدی و متولی امور بودین در اونجا که وزارت داخل است، قلب فساد و شما هم به عنوان یکی از رهبران سیاسی انتظار دارین در آینده نقش رهبری افغانستان را بازی بکنین و در دست بگیرین. با این قلب فساد که شما از خود به یادگار گذاشتین، با قول آقای غنی چقدر مردم به شما باور خواهد کرد؟ درست، سوال بسیار خوب است. این قضاوتی که کدام اداره زیاد مفسد بوده، این را بگذاریم به ملت خودشان قضاوت کنن. بعد از حکومت آقای غنی هم یک حکومت خات آمد، باز اونا انگشت انتقاد به طرف از یا خات ماندن که این یک اداره مفسد برای ما مانده. این سنت باید یا نمیگذاشتن، از اداره قبلی باید تشکری میکنن که نهادها برشان جور کرده، مانده نهادها. زمانی که آقای کرزی شروع کرد، از سیر صفر شروع کرد، هیچ چیزی نبود در کشور. ولی زمانی که انتقال قدرت صورت گرفت، همه چیز داشت، همه نهادهای کشور ساخته شده بود، سرکا ساخته شده بود و غیره.
در مورد فساد بله بوده همیشه فساد. فساد هم در جنب خارجی بوده، کمک‌های خارجی بوده، هم در جنب داخلی بوده. ولی حکومت در وقت هم مبارزه میکرد بر علیه فساد، آل هم مبارزه میکنه بر علیه فساد. سطح فساد ما تفاوت نمیبینم که آل یا زیاد است یا کم است یا وقت زیاد است، بوده و هست. در مشخصا در قسمت وزارت داخله ما در او سال و نیمه که بودم او یک دور خاص بود. کلانترین هدف ما برگزاری انتخابات بود، تأمین امنیت انتخابات بود. در او دوران من نمیتونستم که اصلاحاتی جدی بیارم، فساد از وزارت داخله گم کنم. او کسی وزیر شوه در یک حالت نرمال باز میتونه تو اقداماتی کنه. و ما دیدیم که در وقت الحمدلله انتخابات امنیتش تأمین شد و هیچ مشکلی در مورد نبود. اما افشاگری های بعدتر در برنامه سیاه و سفید که شما مزور داشتین آقای نبیل کردن پرده از خاموشی شما در برابر عملکرد متصدیان امور اون زمان برداشت. بله، خیانت در خصوص تقلب و تخطی هایی که صورت گرفته. اما شما گفتم تقلب بود با مراتب بیشتر از چیزی بود که مردم عام میفهم. من ایسی کسی که همه راپورا و گزارش ها برای من میامد از قماندان ها، از استخبارات، از استخباراتی که انجینر صاحب نبیل در راستش بود او معلوماتم پیش ما میامد. یعنی تقلب و دزدنی ها به مراتب بالاتر از او است که فکر میکنیم. به جزیات رفتنش در این وقت ما مثلا نمیدانم که به جزیاتش بریم. اولا ای که یک پیام نادرست میده به اونایی که در آینده هم در فکر تقلب هستن، میگن خوب و خب به او پیمانه تقلب شد، باز یک اداره ساخته شد و اون 4 سالش تیر شد و عمر خودم پوره میکنه، بازم تقلب کو، بازم هم تو یک اداره ساخته میشه. یک پیام نادرست میره. اما اگر خود ما دوباره صلاحیت داشتیم، در تو یک جایگاه قرار داشتیم که تاثیر گذار بودیم، یقینا که کوشش خواهد کردم که او مواردی که نادرست بوده و اصلاح کنم. با توجه به تجربه که شما در وزارت داخله داشتین، از تامین امنیت برنامه انتخاباتی و این مدتی که ماموریت داشتین، میخواییم بعد اقل در آخر تحلیل از شما داشته باشیم که سال پیش رو چگونه سالی خواهد بود با توجه به هشدارهای بسیار جدی که خارجی ها میتن برای طالبان که با باران از بمها مواجه میشن و تدابیر حکومت افغانستان گرفته. طرف دیگر هم بحث مذاکره و دیپلماسی و صحبت با طالبان هم مطرح است. در مجموع ما که تحلیل میکنم امو ماشین جنگی آماده هست که فعال شوه و متاسفانه که قربانیش هم افغان ها خواهد بودن. این با تاسف باید بود. اما طرف صلح هم آمادگی که میبینم، جدیتی که میبینم، او هم مرا خوشبین میسازم. اون قسم که پیشتر خدمت شما عرض کردم، فشار امریکا بر پاکستان واقعا بی سابقه است و ما با تجربه که از این منطقه دارم آثار و علائم از این میبینم که پاکستانی ها در این فکر هستند که چیزی باید کنن که فشار امریکا را سر خود کم کنن. حالی که از این چی نوع استفاده میشه، حکومت ما چی تو استفاده میکنه، امریکا چی تو استفاده میکنه که به نفع صلح تمام شد. خب ما اقبت بین نیستم چی شکلی که گفته میشه که بسیار خط چی خواد باشه. سپاسگزارم. ممنون. خواد باشه. عقبت بینم نیستم، خوشبین هستم. محمد عمر دادزی، وزیر پیشین وزارت امور داخله و عضو شورای رهبری حراست ثبات، از حضور شما در برنامه سپاسگزارم. سلامت باشید. سلامت باشید. ممنون.